به نام خدا. دروغه باید خودم را کمی کوچک کنم. سال گذشته در یکی از آن جلساتی شرکت کردم که در آن یک مشاوره و راهنمای زندگی روی استیج می ایستد و با حرفایش شما را به فکر فرو می برد یا سرتان داد می زند که به خودتان باور داشته باشید. تک تک لحظات آن جلسه را دوست داشتم، در همان حال که مدام بررسی می کردم چطور می توانم رشد کنم و تبدیل به نسخه بهتر از خودم شوم. از خورد و حکمتی که دریافت می کردم خوشحال بودم. هیچ کس جواب تمام سوالهای شما را ندارد، اما می توانید از افکار و بینش و بصیرت دیگران الهام بگیرید. مثل من امیدوارم تا اینجا یک سری توصیه های محسوس من را دریافت کرده باشید، اما حتی یک لحظه هم با خودم فکر نمی کنم که تک تک کلمات این کتاب را واقعا قبول داشته باشید. برای همین کتاب هایی در این زمینه خواندم و به یک سری پادکست گوش کردم و وقتی در نزدیکی هم جلساتی مانند جلسه‌ای که گفتم برگزار می شد، باور کنید بلیتش را می خریدم. احساس می کردم در مورد بخشی از وجودم به چنان بینشی دست می یافتم که اصلا انتظارش را نداشتم. دوست داشتید بیشتر از سمت پدرتان عشق دریافت کنید یا از سمت مادرتان؟ سخنران این سوال از هزار پرسید. نه اینکه کدام را بیشتر دوست داشتید، نه، دوست داشتید از سمت کدام یک عشق بیشتری دریافت کنید؟ پدرم. فکر میکنم جواب اکثر خانم ها همین باشد. جواب من که قطعا همین بود. من جلسات روان درمانی بسیاری را پشت سر گذاشتم که بیشتر آن صرف جواب دادن به سوال‌های نظیر این شد. بنابراین وقتی سخنران پرسید دوست داشتید از جانب چه کسی عشق بیشتری دریافت کنید، جوابم پدرم بود. خب من این جواب این سوال را از قبل می‌دانستم. پس هنوز سخنران کار خاصی نکرده بود. اما او در ادامه سوالی پرسید که همه چیز را برایم تغییر داد و برای دستیابی به آن می‌بایست چطور فرزندی می‌بودید؟ یعنی این که باید به عنوان یک بچه چطور رفتار می کردید که عشق پدر یا مادرتان را دریافت کنید. با خودم گفتم موفقیت. این برایم تازگی نداشت. همانطور که قبلا می دانستم سخنران بودن چطور روی زندگی بزرگسالیم تأثیر گذاشته بود. مرد سخنران پرسید علاوه بر این باید چه کسی می بودید؟ کوچک. بدون آنکه فکر کنم این جواب از دهانم بیرون آمد. تا قبل از آن لحظه اصلا هیچ وقت به این مفهوم فکر نکرده بودم. این جواب از کجا اومد؟ اصلا منظورم از جوابی که دادم چی بود؟ به صندلیم تکیه دادم و برای اولین بار در زندگیم به این موضوع فکر کردم. فکر میکنم پدرم همیشه به من افتخار میکرد، اما هیچ وقت آن را به زبان نمی آورد. مگر اینکه کار خوبی از من سر میزد. از آنجایی که خودش انسانی زحمتکش بود، برای هر موفقیتی ارزش قائل میشد. علاوه بر این چون هیچ وقت الگویی برای یک پدر خوب بودن نداشت، نمیدانست چطور باید رفتار کند. نمیدانست چطور باید با بچه ها برخورد کند. تا جایی که یادم میآید تصور بچگی هم این بود که فقط باید دیده میشدیم، اما صدای ما نباید در میآمد. خیلی زود یاد گرفتم که اگر این آن چیزی است که پدر میخواهد، پس نباید سر و صدا کنم. گاهی اوقات دلم میخواست ارتباط برقرار کنم، گفتگویی با او داشته باشم یا حتی با او بازی کنم، اما او اکثر اوقات میخواست که ساکت باشیم. هرچه بزرگتر و بزرگتر میشدم متوجه درست نبودن اوضاع میشدم. دختر کوچولو، پدرم من را اینطور صدا میزد، آن هم نه با محبت. دختر کوچولو، اصلا نمیفهمی داری چی میگی. دختر کوچولو، دنیای واقعی تو را زنده زنده قورت خواهد داد. دختر کوچولو، بهتر از زودتر بزرگ شی. دختر کوچولو برایم مثل یک فحش بود. از اینکه اینطور صدایم میزد متنفر بودم، اما تا قبل از آن لحظه که در جلسه حضور داشتم متوجه نشده بودم این موضوع چه تأثیری رویم گذاشته بود. نه فقط تأثیر منفی، که تأثیر مثبت هم داشت. اگر به خاطر دوران کودکیم نبود، من الان این کسی که هستم نبودم. اگر به خاطر سخت‌کوشی که از جانب پدرم به من القا شده بود، سخت‌کوشی نبود، من الان جایی که امروز هستم نبودم. مردی که برای موفقیت‌هایم ارزش قائل می‌شد، بدون آنکه خودش بداند به من یاد داده بود برای دنبال کردن و دست یافتن به آن باید کمی بیشتر تلاش کنم. اگر به خاطر اتفاقات خوب قدردان گذشته نیستید، پس نمی‌توانید تقصیر اتفاقات بد و ناخوشایندی را که در زندگیتان می‌افتد هم گردن گذشته‌تان بیندازید. فکر کردم به دلایل رفتاریم به عنوان یک آدم بالغ کمکم میکند تا بر رفتارهای نادرستم غلبه کنم. برای مثال اینکه چرا قبلا هنگام صحبت از شغلم احساس راحتی نمیکردم.
اگر در یک مهمانی از من درباره شغلم سوال می‌شد، طوری جواب می‌دادم که یعنی شغلم چندان کار مهمی هم نیست. مثلا می‌گفتم اوه من یک وبلاگ دارم که دارم درباره مسائل مربوط به زندگی‌ام می‌نویسم. انگار نه انگار که یک شرکت رسانه‌ای را از صفر پایه‌گذاری کردم، کلی کارمند را مدیریت می‌کنم. انگار نه انگار که بعضی از مشتری‌هایم بزرگترین برندهای دنیا بودند. انگار نه انگار که وبسایتم روزی میلیون ها بازدید داشت و من یک نویسنده و سخنران آن بودم، در حالی که همزمان فرزندانم را نیز بزرگ میکردم. به نظرم صحبت درباره اینها خود ستایی به حساب میآید. احساس میکردم با صحبت در مورد کارم طرف مقابلم احساس راحتی نخواهد کرد. یکی از دلایلی که نمیخواستم زیاد در مورد کارم صحبت کنم این بود که مدت‌ها قبل یاد گرفته بودم که من یک دختر کوچولو هستم که نمی‌فهمد چه می‌گوید چه می‌کند. بزرگ بودن در این کوچک بودن برای همه غیر ممکن است. آن روز وقتی در بین جمعیت حاضر در آن جلسه نشسته بودم، متوجه شدم که تا چه حد وضعیت در بین جمعیت حاضر دشوار کودکی بر روی کسی که تبدیل به آن شده بودم تأثیر گذاشته بود. شرکتمان در طول چند سال گذشته پیشنهادهای بسیار خوبی را دریافت کرده، اما من برای تک تکشان بهانه پشت بهانه می آوردم تا بدانم شرکتم را به هیچ قیمتی واگذار نخواهم کرد. نگرانم نکنند مشتری هایم را ناامید کنیم، نکنند موفق نشویم، نکنند آنقدر باهوش نباشیم که نتوانیم تیم کاری را به سطحی بالاتر برسانیم. نوشتن این حرفا سخت است، چون زمان زیادی را صرف اینها کردم تا به سایر زنها بگویم رویاهای بزرگشان را دنبال کنند و اگر از من میپرسید، البته که به شما میگفتم ما داریم شجاعت به خرج میدهیم که با وجود تمام محدودیتها پیشرفت میکنیم. اما وقتی نگاهی دقیق تر به زندگیم و شرکتم میاندازم، حقیقت را میبینم. من خودم را کوچک میکردم. من فقط تا آن اندازه حرف میزدم که جواب بقیه را داده باشم. و به خاطر ترسی که از طرز فکر دیگران درباره خود واقعیم داشتم، خیلی در مورد خودم صحبت نمی کردم. من واقعا چه کسی هستم؟ من یک همسر و یک مادر هستم که از رویای یک چهره رسانه معروف بودن را در سر می پروراند. تلاش می کنم تا شرکت رسانه‌ام را ارتقا ببخشم. آرزو دارم آنقدر درآمد داشته باشم که تمام کسانی که دارن برایم کار میکنن، کسانی که برای محقق شدن رویای من تلاش میکنن، بتوانند صاحب خانه شوند، شهریه دانشجویشان را راحت بپردازند و به یک تعطیلات طولانی در جای دلانگیز بروند. آرزو دارم بتوانم سازمان غیرانتفاعی در حمایت از زنانی که میخواهند رویاهایشان را دنبال کنند تأسیس کنم. تلاش میکنم تا شرکتی را تأسیس کنم که فرزندانم نیز بعد از بزرگ شدن آنجا کار کنند. رسانه ها تأثیر مثبت بسیار بالایی بر زندگی افراد دارند و به نظرم با راه اندازی رسانه های انگیزه بخش برای زنان می توانیم به معنای واقعی دنیا را تغییر دهیم. من رویاها و اهداف بسیاری دارم و حتی یکی از آنها هم کوچک و بی‌ارزش نیست. تمامشان بزرگ، پر جنب و جوش و سرشار از امیدند. لازمه رسیدن به آنها ایمان، شجاعت و جسارت است. من نمیتوانم به آنها برسم مگر اینکه تمام جنبه‌های شخصیتیم را بپذیرم، از جمله آن جنبه‌هایی که دیگران با آن احساس راحتی نمی‌کنند. این اتفاقی بود که آن روز در آن جلسه برایم افتاد. من نمیتوانم به نصف و نیمه زندگی کردن ادامه بدهم، فقط به این خاطر که دیگران نمیتوانند من کامل را بپذیرند و تحمل کنند. چند هفته پیش بود در جلسه مشابه دیگری حضور پیدا کردم و زنهایی را در اطرافم دیدم که درگیر شرایطی مشابه من بودند. میشنیدم که 400 زن الهام بخش با ذهنهای خلاق یک چیز را بارها و بارها با خود تکرار میکنند. خیلی خوب، این برای من یک سرگرمی است. این فقط کاری است که در کنار کارهای دیگر انجام می دهم. شغل من مادر بودن است، اما در کنارش این کار را هم انجام می دهم. اینها زنانی نبودند که وسایل آنتیکشان را روی اتسی به فروش گذاشته باشند. این زنها مؤسس یک شرکت بودند و یک تیم زیر دستشان کار می کرد. بعضی از آنها سالانه صدها هزار دلار درآمد داشتند و با وجود این می شنیدم که بارها و بارها تکرار می کنند فقط سرگرمی. این موضوع باعث شد بفهمم من تنها زنی نیستم که خودش را کوچک می‌کند تا مبادا دیگران احساس ناراحتی بکنند. سخت است از افرادی که ما را درک نمی‌کنند انتظار حمایت داشته باشیم. پایین آوردن شأن کاری که می‌کنید همان مشکل اساسی است که من با پدرم داشتم. او نمی‌دانست با یک بچه چطور باید و چگونه باید رفتار کند، چه برسد به یک دختر بالغ.
از آنجایی که من را درک نمی کرد بدون آنکه متوجه باشد آن بخشی از وجودم را که باعث ناراحتیش می شد خفه می کرد و نادیده می گرفت. زنان شاغل در یک جامعه مرد سالاری گاهی اوقات باید برای ادامه راهشان به سختی تلاش کنند. گاهی اوقات مادران شاغل از سمت خانواده شوهر یا حتی والدین خودشان که علاقه آنها به کار کردن را درک نمی کنند سرزنش می شوند و مادران خانه‌دار نیز ما را به این خاطر که در کنار فرزندان ما نیستیم و برای آنها وقت نمی گذاریم شماتت می کنند. شرط می بندم زنان خانه‌دار نیز از سوی زنان شاغل به این خاطر که نمی توانند با انتخاب‌های زندگی خود کنار بیایند سرزنش می شوند. مثل بچه‌های هستیم که در زمین بازی سعی می‌کنند حرف‌هایی بزنند که دیگران دوست دارند بشنوند و بخش‌هایی را که احتمال می‌دهند دیگران درک نخواهند کرد را پنهان می‌کنند. نمی‌دانم چه تعداد زن در این دنیا وجود دارد که با نیمی از شخصیت خودشان زندگی می‌کنند و با این کار کسی را که خالقشان مقدر کرده انکار می‌کنند. واقعاً فکر می‌کنید خداوند شما را شمای منحصر به فرد و زیبا را خلق کرده که خود واقعیتان را انکار کنید چون ممکن است برای دیگران ناخوشایند باشد؟ باور ندارم این خواسته خدا باشد. هرچه بیشتر به آن فکر میکنم بیشتر باور پیدا میکنم که خداوند خواسته من این گونه باشم. او میدانسته من شهامت کار کردن را دارم و میدانسته به دنبال رویاهای بزرگ خواهم رفت. و همینطور میدانست یکی دیگر از آفریده هایش در خانه خواهد ماند و بچه های زیبایش را بزرگ خواهد کرد، در حالی که یکی دیگر از آفریده هایش اصلا دلش بچه نخواهد خواست. آیا تا به حال از وجودتان را به خاطر ترس از افکار دیگران پنهان کرده این؟ آیا شما کارآفرینی هستید که از شغلتان به عنوان سرگرمی اسم میبرید چون نگران حرف مادر شوهرتان هستین یا چون میخواهید سطح انتظارات دیگران را پایین بیاورید؟ آیا برای ادامه تحصیلتان دودل هستین؟ فکر میکنید به اندازه کافی باهوش نیستین؟ آیا خودتان را از یک تجربه جدید باز میدارین چون از قبل مطمئنین که بازنده خواهید شد؟ آیا وقتی حرفای بسیاری برای گفتن دارید هم سکوت میکنید؟ آیا فکر میکنید به خاطر زادگاه یا خانوادهتان کاری بهتر از دستتان بر نمیاید یا نمیتوانید بهتر از کسی که الان هستید بشوید؟ آیا به خاطر قضاوت دیگران یا ترس از مسخره شدن از صحبت درباره رویاهایتان دست میکشید؟ دخترها، من سالها با این ترس زندگی کردم. همیشه می ترسیدم وقتی بفهمید من چقدر عاشق کار کردن هستم با خودتان فکر می کنید چطور می توانم همزمان هم مادر موفقی باشم و هم از پس تمام کارهایم برایم. در طول 10 سال اخیر افراد زیادی بودن که تعهد و دلبستگی من نسبت به فرزندانم را زیر سوال بردن. این مبارزه طولانی از احساس گناه کردن به عنوان یک مادر تا پذیرفتن بود و تنها بعد از به سرپرستی گرفتن دخترم توانستم روی این موضوع کار کنم. وقتی دخترم تقریباً 6 هفته داشت باید به یک سفر کاری می رفتم و همان موقع بود که کسی از من پرسید آیا به عنوان یک مادر شاغل احساس گناه نمی کنم؟ این سوالی است که شرط می بندم اکثر مادرها، چه مادران خانه‌دار و چه شاغل، با آن دست به گریبان شدند. در طی 10 سال مادریم در این باره بسیار فکر کردم، خصوصاً حالا که یک دختر هم دارم. من تصمیمی است که گرفتم، این تصمیم را من گرفتم. این جمله را به او یاد نخواهم داد. هرگز او را با این فکر که تنها یکی از والدین مسئول کسی است که او تبدیل به آن می شود بزرگ نخواهم کرد. من توسط والدینی شاغل در جای شبیه به یک روستا بزرگ شدم. هرگز نمی گذارم به این فکر را باور داشته باشید که داشتن یک مادر شاغل به این معناست که عشق و توجه لازم را به دست نمی آورد. نمیگذارم فکر کند شاغل بودن یا نبودن ربطی به تعهد او نسبت به یک شریک زندگیش یا عشق او به فرزندانش دارد. البته خودش باید تصمیم بگیرد که میخواهد بچه دار شود یا نه. هرگز به او نخواهم گفت که در این دنیا مرد بیرون از خانه کار میکند و زن درون خانه. اگر خودش تصمیم بگیرد میخواهد در خانه بماند اون وقت با تمام وجودم حمایتش میکنم، اما به او یاد نمیدهم که تنها یک نوع زن در این دنیا وجود دارد. گفتن این نکته بسیار مهم است چون جامعه به برادرهایش نشان خواهد داد که حق انتخابهای فراوانی دارند و رسانه ها به دخترم نشان خواهند داد که دنیای او
بسیار محدود است. دلایل زیادی برای این موضوع دارم، اما دلیل اصلیم این است که هیچگاه حتی یک بار هم از پدرش نپرسیدند که آیا به خاطر یک پدر شاغل بودن احساس گناه نمی کنید؟ دخترم در حین بزرگ شدن چیزهایی را در دنیا تجربه خواهد کرد که آرزو می کنم هرگز تجربه نکند. این کار خارج از کنترل من است، اما می توانم خودم را به عنوان الگویی برای او کنترل کنم. من مادرش باور دارم که نوا دخترم به طرز شگفت‌آوری توسط خدای به وجود آمده که جای او در این دنیا مدت ها قبل از آن که هر کدام از ما به دنیا بیاییم مشخص شده. همین حس را نسبت به همه شما هم دارم. باور دارم که شما اشتباه نیستید و احساس گناه کردن نسبت به کسی که هستین، شاغل، خانه‌دار، چاق، لاغر، باسواد، بیسواد، با احساس، کتابخوان، خودساخته یا هر چیز دیگری، بی انصافی نسبت به خودتان و خدایی است که شما را خلق کرده است. برای باختن خودتان راه‌های متعددی وجود دارد، اما در وهله اول راحت‌ترین راه امتناع از پذیرش خود واقعیتان است. شما خود واقعیتان را تصادفی به وجود نیامده اید. رویاهایی دارید احمقانه نیستند. آنها نقشه رای هستند که شما را به مقصد الهی و کسی که مقدر شده باشید میرسانند. از رویاهایتان دست نکشید. اجازه ندهید نظر دیگران در مورد شما ارزشتان را تعیین کند. شانس زندگی فوق‌العاده‌ای را که پیش رو دارید از دست ندهید. شما برای کوچک بودن آفریده نشده اید. شما دختر کوچولو نیستید. شما در هر سنی یک زن بالغ هستین و وقت آن رسیده که بزرگ شوید و تبدیل به همان کسی شوید که خدا برایتان مقدر کرده. مواردی که به من کمک کردن، یک آمادگی در برابر توهین ها بود. منظورم از توهین مسخره کردن نیست. منظورم پذیرش این نکته است که کسی را که هستید همه به راحتی قبول یا تأیید نمی کنند، از جمله نزدیکترین افراد زندگیتان. اگر شما هم مردم دوست هستین، همانطور که من قبلا بودم، این کار برایتان سخت می شود، چون با خودتان فکر می کنید به سبب آن که من مردم را دوست دارم، پس آنها هم همیشه من را دوست دارند. بنابراین تصمیم گرفتم اخلاقم را عوض کنم و دیگر به این که مردم چه فکری درباره‌ام می‌کنند اهمیت ندهم. روی بهتر بودن تمرکز کردم. نسخه دوست داشتنی تر از خودم و این که بقیه کسی را که هستم تایید می‌کنند یا نه اصلا برایم مهم نبود. یک اقدام جسورانه. من برای این اقدام خالکوبی کردم بود. سالها بود که دلم خالکوبی میخواست. همیشه نگران فکر و حرف دیگران بودم. بعد دچار تحول شدم. باید میفهمیدم واقعا چه کسی هستم. هر روزی که زنده هستیم به این معناست که این زندگی و کسی که هستیم را انتخاب کرده ایم. انتخاب میکنیم که یک مادر خانه‌دار باشیم، عاشق پخت و پز. انتخاب میکنیم که یک زن امروزی باشیم، عاشق کافی شاپ و صنایع دستی. انتخاب میکنیم کسی باشیم که ماراتون برگزار میکند و فقط غذاهای ارگانیک میخورد. هر جنبه و خصوصیت از شخصیت من چیزی است که هر روز ما انتخابش میکنیم. دانستن این نکته چشمهایم را باز کرد. خیلی عجیب به نظر میرسید، اما وقتی پی به این موضوع بردم، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که میخواهم یک خالکوبی روی مچم داشته باشم. و سومین مورد رویارویی با یک مشاوره و راهنمای زندگی بود. گاهی اوقات به بینش یک پادکس، کتاب یا یک جلسه نیاز دارم تا بتوانم راه حلی پیدا کنم. اگر بخشی از وجود خودتان را خفه کرده اید یا اگر کارهایی هست که دوست دارید انجام بدهید، شروع به خواندن و گوش دادن به مطالبی بکنید که در همان زمینه تهیه شده است. شاید تمام حرفایی را که میشنوید یا میخوانید قبول نداشته باشید، اما مطمئناً آنقدر راهنمایی میگیرید که بتواند به شما در پشت سر گذاشتن شرایطی که در آن هستید کمک بکند. بهتر است از رابطه عاشقانه من هم کمی بدانید. هرچقدر دلتان میخواهد بخندید، ولی این چیزی بود که من سالها دلم میخواست. هر کجا که میروم درباره علاقه ام به دیمون حرف بزنم. بیشتر به این دلیل که خنده دار است و من هم دوست دارم لبخند به لب بقیه بیاورم. علاوه بر این موضوع خیلی راحت همه را به خنده می اندازد، چون برایشان سخت است باور کنند که یک آدم عاقل و بالغ فکر می کند قرار است با یک هنرپیشه که هیچ وقت او را ندیده ازدواج کند.
اما حقیقت این است که یک زمانی در واقع کل سالهای عمرم بزرگترین هدف زندگیم این بود که یک جای در لس آنجلس دیمون را پیدا کنیم و او را مال خودم کنم. بیشتر سالهای نوجوانیم در دبیرستان را صرف تماشای دوباره و دوباره ویل هانگیک نابغه کردم. اگر بخواهید هنوز هم میتوانم کل دیالوگهای فیلم از حفظ برایتان تکرار کنم. بارها و بارها برای استخدام در استودیوی فیلم میراماکس فرم پر کردم، چون این کمپانی تهیه کننده فیلم ویل هانگیک نابغه بود و مغز 18 ساله من فکر میکرد که ممکن است سیمون هر لحظه وارد لابی آنجا شود. در آخرین سال زندگیم در خانه و اولین سال نقل مکان کردنم به لس آنجلس، رویای دیمون همچون شوالیه نجات دهنده ام من را سر پا نگه می‌داشت و کمک می‌کرد به زندگی ادامه دهم. تمام واقعه را با جزئیات کامل تصور می‌کردم، اینکه ملاقاتمان چطور اتفاق خواهد افتاد، چه لباسی پوشیدم، کجا ازدواج خواهم کرد، خانه ایمان چه شکلی خواهد بود، بچه‌هایمان چه شکلی خواهند شد. هرگاه در شرایطی ناراحت کننده قرار می گرفتم، این خیالات برایم امید بخشتر می شد. واقعا باور داشتم سرنوشتم به همانجا ختم خواهد شد. وقتی در حین کار در یکی از مراسمات کمپانی میراماکس که یک سالی در آن مشغول به کار بودم با دیمون مواجه شدم، او مستقیم به سمت من آمد. منظورم این است که راهش را به سمتی که من ایستاده بودم کج کرد. قلبم آنقدر تون می زد که مجبور بود منفجر شود، چون اتفاق داشت همانطوری رقم می خورد که تصور کرده بودم. او مرا دید و از یک جایی به او الهام شد که مقدر شده من و او با هم باشیم. وقتی آنقدر نزدیک شد که بتوانم صدایش را بشنوم، شروع به صحبت کرد. گفت ببخشید. با خودم گفتم خودشه. شما میدونید میز من کجاست؟ او داشت با من حرف میزد و چون اون هنرپیشه بود و من دختری که جدول برنامه ها دستم بود، نه به این خاطر که فکر کرده مقدر شده با هم باشیم. من او را تا سر میزش همراهی کردم و بدون آنکه خواستگاری کند یا درخواستی کند با من قرار بگذارد سر کارم برگشتم. بعد از یک سال زندگی در لس آنجلس فهمیدم که تصورات قبلیم همه خیالهای بچگانه بوده. بعدها در زندگیم رویایی دیگر داشتم. این رویا کوچکتر از آن یکی بود، اما تقریبا به همان اندازه دنبالش بودم. این فیلم از کتاب خودت باش دختر برای صفحه آقای نوید داریا تهیه شده است. ممنونم که تماشا کردین.